کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. نن یو ځانګړی درسن لرو د ښاغلي احمد ولي مسعود سره. مسعود صاحب د احمد شاه مسعود ورور او پخوانی ډیپلومات دی. تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان په یو ملي بحران کې دی او دغه بحران نه د وتلو لار یوه لویه جرګه ده. په ښکاره د دې خبرې معنی دا ده چې اوسنی حکومت په خپل کار کې ناکام شوی دی. بسیار زیات تشکر، سلامت باشین که با وجود مصروفیت او روزه فرصت دادین وقت دادین. جناب مصطفی، شما در یک مصاحبه تازه‌تون گفته بودین که افغانستان در یک بحران قرار داره و به خاطر بیرون رفت از این بحران باید یک لویه جرگه دایر شما. چی نوع بحران؟ نوعیت بحران چه قسم است؟ آیا بحران است که دیگه حکومت نمیتونه با کار خود ادامه بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما. بله، من فکر میکنم که حتی قبل از انتخابات افغانستان خودش به یک مشکلات یا چالش های روبرو بوده. شما ببینید که مشکلات امنیتی بوده، اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده و با اون نسبت اینا تجویز کردن که به خاطر اینکه کشور از بحران برایه پیشنهاد داده بودیم که دولت وحدت ملی در افغانستان ایجاد شد. این موضوع ما بود. اما آنچه که ما پیشنهاد کرده بودیم ابتدا به خاطر جلوگیری از بحران بیشتر بود، یعنی مقتدر شدن بحران. پیشنهاد شما دولت وحدت ملی بود؟ دولت وحدت ملی بود. بله. اصلا از این مهم که دولت وحدت ملی است یا نه؟ همین رو میخوایم بکنم. آنچه که ما پیشنهاد داده بودیم به نام دولت وحدت ملی به خاطر این بود که تمام نیروهای تاثیرگذار افغانستان باید یک جا شوند، چرا کشور در بحران بود، چرا به یک دست نمیشد، به یک نفر نمیشد. میخواستیم تمام نیروهای اندیشه ورز کشور بیاییم و کشور از بحران بکشن و با اون نسبت ما چارچوب دولت وحدت ملی به اساس شرایط افغانستان سنجیده بودیم. ما گفتیم افغانستان کشور کثیر الاقوام است و همچنان مدل دموکراسی که داریم همین مدل دموکراسی 50 جامعه یک جواب نمیده. به اون خاطر بود که ما مدل دموکراسی را تفاهمی گفته بودیم و چون کثیر الاقوام است همه را بیاریم در چارچوب دولت بیاریم تنظیم کنیم و اما نخبه‌هاشه، اندیشه‌ورشه، تاثیرگذارشه، نیکنامشه، واقعا کسی که بتونست که به کشور خدمت بکنه. این همیشه آورده بودیم در واقع در چارچوب آجنده ملی و توافق. حرف ما این بود که یعنی کاندیدای محترم بیان در اصول توافق بکنن و هر کسی که برنده شد، برنده انتخابات، یعنی اصول بیاره در اونجا عملی بسازه. حرف ما این بود که هم دموکراسی موفق شود، هم انتخابات موفق شود، هم دولت وحدت ملی بیاید و هم دیگه یک دست باشه. یک دست باشه دولت وحدت ملی، یعنی در واقع تمام نیروها یک دست به خاطر وحدت ملی و به خاطر اینکه بتونه کشور از بحران بکشه. به این نسبت بله، حاکمیت عادلانه. اما چیزی که تشکیل شد متاسفانه اون ترتیب نیست. ببینید، کشور ما خواستیم کشور به بحران نره، اما اینا قبول نکردن میانجیگری ما را و کشور به بحران رفت و هر دو نفر، هم دکتر سروش طبقانی هم دکتر عبدالله، هر دو نفر در واقع متیقن بودن که اینا برنده انتخابات هستن و به خاطر پیشنهاد ما را، پیشنهاد دلسوزان ما را قبول نکردن. بعد چی شد؟ کشور به بحران رفت. زمان کشور به بحران رفت، آمریکایی آمدن مداخله کردن و آقای جان کری آمد یک تفاهم‌نامه را در بنام حکومت وحدت ملی در بینشان آورد. در واقع تفاهم نامه آقای جان کری به خاطر مهار بحران بود، نه جلوگیری از بحران. یعنی بحران آمده بود به خاطر مهار بحران. مهار بحران بود، نه جلوگیری. یعنی به خاطر استفاده از بحران. به خاطر مهار بحران، یعنی که بحران آمده بود. آره، بحران چه رقم توقف بدن، این به خاطر ازی بود. اما آنچه که ما گفته بودیم جلوگیری از بحران، البته در ظاهر امر به خاطر همین بود که به خاطر مهار بحران باید بیاید. کشور با بحران رفته بود. آره، اما تفاهم نامه آقای جان کری فقط در بور ساختاری و تقسیم قدرت در اون متمرکز شده بود، اما دولت وحدت ملی بسیار مؤلفه‌های دیگه داره. مسائل برنامه داره، مسائل دیدگاه واحد داره، مسائل حاکمیت عادلانه داره، مسائل ساختاری داره، رهبری داره، مدیریت داره، بسیار مؤلفه‌های دیگه داره. این دور تفاهم نامه نیست. بله. پس آنچه که آقای جان کری بینشان توافق کرد بر اساس یک تفاهم نامه، این در واقع یک تفاهم بین دو تیم هست، حتی نیروهای دیگه شریک نیستن. دو تیم
آمدن بین خود یک تفاهم به نام حکومت وحدت ملی گفتن تفاهم میکنیم. مردم به افغانستان امیدوار بودن که به نام حکومت وحدت ملی حتما کارهای صورت بگیرن. تقریبا 10 ماه گذشت اما دیدیم که فقط دو تیم بین خود قدرت انحصار کردن و همین دو تیم بین خود یک نوع تقسیم قدرت کردن. تقسیم قدرت هم به اساس همون مفکورهای خود کردن و هیچ کس دیگر هم شریک نساختن، نه در برنامه ها، نه در ساختار، نه در قدرت، در هیچ چیز. به مون نسبت بود که دیدیم که حکومت وحدت ملی تفاهمی بین دو نفر اینا یک حکومت بسیار وصل قاعده بیرون نشد و امروز در مشکل مواجه است. این حکومت به اساس از این تفاهمنامه وجود آمد که اگر تفاهمنامه به وجود نمی آمد شاید افغانستان می رفت به طرف جنگ داخلی. بله. شما یقین دارین که دکتر صاحب عبدالله اگر تفاهمنامه وجود نمی آمد می رفت به طرف جنگ؟ این تصمیم رو می گرفت که باید دست به اسلحه ببره و در مقابل نظام ایستاد شما؟ خب ما که نمی دانیم. ببینین یعنی کشور بحرانی شده بود، نه شک نیستن کشور بحرانی شده بود. این که کس دست به اسلحه می برد من شک دارم، چرا در افغانستان هیچ کس طرفدار از این نیست که دست به اسلحه ببره، من شک دارم. اما کشور بحرانی شده بود. آله به هر صورت این که اونا چی می خواستن، او تیم چی میخواست، این تیم چی میخواست، آنچه که بسیار زیاد واضح و روشن بود این بود که انتخابات افغانستان چیزی را که مردم امیدوار بودن، آرزو بودن، او رقم بیرون نشد. یعنی در واقع همین حکومت فعلی که هم مشکل قانونی داره هم مشکل حقوقی داره به خاطر این بود که یک انتخابات ناموفق بود. این انتخابات ناموفق از طرف مردم نشد، مردم رفتن در روز انتخابات واقعا ریسک گرفتن، خطرات به جان خریدن، رفتن انتخابات سهیم شدن. اما این ناموفق به خاطری بود که نتونستن که هم کمیسیون سرش توافق بکنن و نتونستن که بین خود جورن بیان دو تا رهبر. بالاخره جناب مصوبی جنجالی که در انتخابات به وجود آمد و بالاخره جان کریم مداخله کرد و یک تفاهمنامه امضا شد که با گفته شما نه حیثیت قانونی داره و دست قانون اساسی وجود نداره و بالاخره موافق هم نیست. ای و شما دیگه شک ظاهر کردن که شاید کسی دست به اسلحه نمی برد، یعنی یک ترس وحی بود که به اساس یک ترس وحی این توافق نامه وجود آمد. این توافق نامه به اساس ضرورت افغانستان بود پس یا به اساس ضرورت کسی که دیزاین کرده بود، جان کری و غرب؟ ببینین دو چیز باید تفکیک کنیم. یکی ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان، این یک نیازمندی افغانستان هست، هم نیازمندی ملی است هم ضرورت تاریخی است، ده هیچ کس شک نکنه. اما توافقنامه، حتی همون توافقنامه ای که جناب شما گفتین که در واقع نقایصی هم داشته، حتی امیر نتاستن امیر دو نفر تطبیق بکنن. شما میبینه که در توافقنامه همی بود که باید کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی باید ایجاد شد. تا امروز ما شاهد ایجاد کمیسیون ها نیستیم. در توافقنامه همین بود که باید یک دیدگاه واحد ارائه شود، نیستیم. در توافقنامه همین بود که دو رهبر باید بین خود به تفاهم برسن، توافق بکنن و یک دولت یک دست باید بسازن. درست است تقسیم قدرت، اما تقسیم قدرت حتی در ائتلافات شما میتونید داشته باشین، هم بالاخره دولت یک دست است، نیست. به هر صورت اگر توافقنامه به اساس یک ضرورت شده، آله ضرورت همیسته که اونو به توافقنامه که شما گفتین که در واقع یک تفاهمنامه روی کاغذ هستن، اینی میره بیارن لوی جرگر پیش روی هست، امین لوی جرگر هرچی عاجلتر بیارن امین توافقنامه رو یا تفاهمنامه رو چی بسازن؟ امین قانونی بسازن، یعنی در واقع در چارچوب قانون اساسی افغانستان تسجیل کنن. کدام لوی جرگر؟ کدام لوی جرگر؟ ببینه در تفاهمنامه همیسته که لوی جرگر در یک و نیم سال بعد از امروز باید بیاید. اما فکر میکنم شرایط موجود افغانستان ایجاب از این میکرد لوی جرگه زود هنگام باید زود بیایه، یعنی در بین مدت شش ماه باید لوی جرگه در افغانستان بیایه، هم تفاهم نامرد تفسیر کنه، تعبیر کنه و بالاخره در چارچوب قانون بگنجانه و هم نگه بس از مسائل ملی افغانستان که امروز مردم افغانستان به اون مواجه است در لوی جرگه اینا چی کنن؟ سر صحبت بگرن و تصمیم گیری کنن. لوی جرگه که باید بیایه هرچه عاجلتر باید بیایه و ضرورت است. چرا مردم افغانستان وقت ندارن؟ لوی جرگه که ما در قانون اساسی داریم خالی ممکن نیست، شوراهای ولایتی خب. وجود نداره. یکی لوی جرگه قانونی داریم که در قانون اساسی افغانستان است، یکی لوی جرگه مشورتی عنانوی داشته که قبلا بوده. لوی جرگه در واقع آنچه که ما پیشنهاد داریم است که ما پارلمان داریم فعلا،
و فقط آنچه کمبود است ایست که انتخابات ولسی جرگه انتخابات شورای ولسوالی صورت نگرفته و به اون خاطر ما میتونیم که از خود شوراهای ولایتی اعضای نمایندگان شورای ولسوالی را بیاریم و یک لایحه جرگه قانونی اضطراری را میتونیم دایر کنیم. البته من نمیگم که چارچوب قانونیش کاملا درست است، چرا فعلا همین که پارلمان افغانستان در واقع یک پارلمان منتخب نیست، خود از یک مشکل است. این پارلمان منتخب نیست، شما خودتون گفتین، بسیار از اعضای پارلمان میگه که دیگه پارلمان مشروعیت نداره. بله. وقتش تمام شده. بله. رایی که از مردم گرفته برای 5 سال بود، پس پارلمانی که مشروعیت خودش زیر سوال است و اساس لوی جرگه می پارلمان باشه، و لوی جرگه چقدر مشروعیت خود داشت؟ خب همیست دیگه، من گفتم که مشکلاتش همی است که یکی خود پارلمان افغانستان یک پارلمان منتخب نیست و یکی دیگه خود انتخابات شورای ولسوالی صورت نگرفته و با اون نسبت ما نمیتونیم که به شکل شاید و باید لوی جرگه رو. اما دو رایی که موجود است در خدمت شما پیشتر عرض کردم. رای اول همیست که بتونیم با یک لوی با انمت و ساختاره تقریبا با تمام نواقصی که داره یک لوی جرگه استرالی بیم، این یک را. اما رای دیگه که موجود است که اینمی حکومت هرچی آجلتر امو اصلاح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را بیاره، هرچی آجلتر برن و میتونن که در واقع هم انتخابات پارلمانی و انتخابات خود ولسوالی یک جای بکنن، یعنی در واقع همزمان بکنن هر جاجلتر تا بتونیم در بین شش ماه، البته در محور شش ماه بتونیم لوی جرگه رو بیاریم. یعنی راه ها موجود است اگر اراده عملی است. جناب مصطفی، این حکومت که شما ببینید تا نوز کابینش مکمل نیست، امروز وزیر دفاع رای نگرفت، وزیر دفاع ما آلیام نداریم با وجود همه بیامنیتی ها، این حکومت حتی نیست اقه بسرعت سر کمیسیون اصلاحات توافق کنن و بعد از او انتخابات براوندازن. عملی به نظر تو نه؟ یکی توانستن از شما قبلا بله اساس تو بس شما میست که حکومت ناکام شد، نتانست که وظایف خود انجام بده. این حکومت ناکام چطور خواهد تانست که انتخابات براوند؟ خب من الان گفتم که در بهترین حالتش میگم، بدی شک نیست که متاسفانه دیگه مشکلات رهبری و مدیریت در حکومت وجود داشته. متاسفانه بعد از 10 ماه حکومت نتونست که آن چیزی که با مردم وعده کرده بود نتونست که بسیار فاصله هم گرفت از مردم و امروز کشور در یک حالت بحرانی هست، نه شک نیست. اما باید راهش پیدا کنیم. خب من پیشنهاد دارم که مدارم یک راهش هست، حتما مطمئنم که دیگه کسام راهای دیگه هم دارم. راه باید سرش بس شوه و راهای دیگه هم دوست راه دیگه پیدا شوه. اما آن که اهمیت داره همیست که فعلا اینمی حکومت هست، اینمی یک واقعیت هست فعلا. آره چطور بتونیم که اگر اونمی حکومت واقعا اراده کنه، این اراده سیاسی داشته باشه که بتونه که اینمی حالت بحرانی را در واقع بریم سپری کنیم، یعنی حالت بحرانی را پشت سر بگذاریم، رایی را که حکومت داره همی است که من خدمت شما گفتم، یعنی انتخابات برگزار کنه که هرچی عاجلتر برن و بیارن امی لوی جرگه، امی قسم ها مفتیم یک لوی جرگه رو بیارن، در لوی جرگه بتانن تفاهم نامه رو عملی بسازن و تطبیق بکنن، یا ای دیگه به طور مثال در خود لوی جرگه میتونه که تصامیم دیگه بگیرن. حالا ما گفتم که یک نسخه که ما پیشنهاد میکنیم همیسته و نسخه ره چرا ما پیشنهاد میکنیم میگه پاره به خاطر که ما میخوایم که در واقع هم پروسه نظام سازی ادامه پیدا کنن، یعنی پروسه نظام سازی در افغانستان قطع نشه یکی، و دوم نگه دولت وحدت ملی واقعی در افغانستان یک نیاز هست و باید در چارچوب دولت وحدت ملی تمام نیروهای ملی باید جمع شون، نه فقط ائتلاف دو نفر یا دو تیم. به اون نسبت این رای ماستن، حتما راه های دیگه هم وجود داره و این باید در لوی جرگه پیشنهاد شه. بله، حکومت چرا این تصمیم رو بگیره؟ شما گفتین حکومت خودش باید این کار رو بکنه. هر دو دکتر صاحب تا نوز هیچ باری نگفتن و یا قبول نکردن که حکومت شان ناکام است و از کامیابی حکومت خود گم میزنن، هم دکتر صاحب اشرف غنی و هم دکتر صاحب عبدالله. پس چرا باید لوی جرگه را دایر کنن که به معنای ناکامی حکومت شان است؟ خب این حاله یکی که چرا اونا دایر کنن و چرا، یکی دیگه ایست که یک انتخاب از اینا نیست که انتخاب کنن که ولی دایر کنیم یا نکنیم، امروز دایر کنیم یا فردا دایر کنیم، این یک ضرورت است. از انتخاب از اونا گذشته، چرا کشور در یک حالت آرامش نیست اونا انتخاب کنن که ولی شش ماه بعد انتخابات بریم یا پنج ماه قبل، تو نیست، یک انتخاب نیست، یک ضرورت است، یک نیازمندی است و باید بیایه. حاله اگر حکومت، یعنی شما فکر میکنن که حکومت در موقعیت است که دیگه برش ادامه کار ممکن نیست و باید از رای جرگه
افغانستان از این بحران بره؟ خب ما فکر ما میسته که به این رقمی که فعلا روان است، اگر به این شرایط باشه مطمئنه که هر روز حالت بدتر شده میره و به اون نسبت است که هرچه عاجلتر. ما شما در واقع در طول تاریخ افغانستان لویجره ها رو داشتیم که وقتی که مسائل که مشکل میشه مسائل ملی افغانستان بعد لویجره ها دایر میشن، فقط با یک تفاوت همیسته که این بار یک لویجره میتونیم نسبتا قانونی بیاریم، بتونیم که مشکلات افغانستان رو حل کنیم و این به این بحرانی که کشور در واقع داره فرو میره و غیر از اینکه راهی نداریم دیگه چرا داریم این حکومت دیگه هیچ راهی نداره دیگه غیر از این چرا داره؟ ببینن اگه ما منتظر باشیم که اینا اصلاحات بیارن، خب اولین اصلاحات هست که باید از خود بیارن. متاسفانه تا الحال اینا در درون خود به یک بنبست رسیدن، یعنی در قسمت تشکیل دادن دولت وحدت ملی خودشان در درون به یک بنبست رسیدن و نمیتونن کمی رو پیشتر. شما گفتن که تا امروز که تقریبا 10 ماه میگذره تا حساب کابینه شد پوره نیستن و به اون خاطر است که ما چی میگیم؟ ما میگیم قبل از اینکه بنبست بتونه که واقعا هم قسمی که زندگی مردم افغانستان متاثر ساخته بزرگتر روز این بتونه وسعت پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، هر چه عاجلتر بتونیم که شاید روی جرگه باشیم. درست نصاب کابینه پوره، وزارت دفاع یک وزارت بسیار کلیدی و مهم است، امروز هم بالاخره اول به توافق نمی رسیدن و زمانی که به توافق رسیدن سر یک نام او نتانست از پارلمان رای بیاره، وزیرای دیگه تمام وزارت ها نستن از پارلمان رای بیارن، وزرایی که نفوذ زیاد نداشتن در پارلمان و برترتیب وزیر دفاع نمیتونه رای بیاره. چرا؟ تنها عدم اتفاق دو رهبر عبدالله و اشرف غنی است و یا مثلا فراتر عزیز؟ من فکر میکنم فراتر عزیز باشه. مسئله توافق قبلا صورت گرفته، یعنی در واقع هر دوش توافق کردن که اینمی آدم وزیر دفاع ها؟ بله. و یادتان باشه که قبلا هم توافق کردن در ارتباط با وزرای دیگه و پارلمان افغانستان بالاخره تصمیم گرفت که همیشه خوب یا خراب وزیر را رای بده. رای دادن پارلمان افغانستان رای داد، خوب و خراب رای داد. گفتن به خاطر چی؟ بسیار رای بلند گرفتن و رای بلند گرفتن و دلیلش چی بود؟ دلیلش بود گفتن خب حالا بگذاریم که نشه که حکومت مشکل خود سر ما خالی کنه و بگه که خب این پارلمان افغانستان است که مانع ما میشه. ما به نسبت با کلش رای دادن، اما این بار که پارلمان افغانستان رای نداد و این مشکلات ایجاد کرد و بالاخره آقای استانگزه نتانست رای بگیره، یعنی پارلمان افغانستان حتی جدی شده. مسائل بسیار بحرانی است، مسائل بسیار جدی است. چرا؟ خب من فکر میکنم که حالا آن چی داره که امیدواری که خود پارلمان افغانستان حتی داشت که اگر ما بتونیم که با بقیه بودن رای بتیم اینا شاید بتونه کار بکنه، امکان داره حتی پارلمان افغانستان به این نتیجه رسیده باشه که اینا نمیتونه بیش از این کارایی داشته باشن. با اون نسبت این بار پارلمان افغانستان آنچه که باید میکرد کرد. پارلمان افغانستان آنچه که باید میکرد کرد. درست. ناکامی دو رهبر یا ناکامی نظام موجوده تنها فقط ناکامی دو رهبر است، ناکامی دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است، یا نتونستن بهتر رهبری کنن و یا ای که عوامل فراتر از این وجود داره، حکومتی که جان کری دیزاین کرد و به وجود آمد. ناکامی این حکومت تنها ناکامی دو رهبر است و یا تصمیم و دستای دیگه وجود داره؟ خب میبینین من قسم قبلا خدمت شما گفتم که نسخه را که آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن به خاطر مهار بحران بود، نه به خاطر جلوگیری از بحران، یعنی بحران در کشور آمده بود. خب اما دو نفر مسئول ساخت. حالا ببینین هر کشور از خود منافع داره، منافع مشروع غیر مشروع هر کشور میتونه داشته باشه، اما بالاخره این بستگی به این داره که رهبرای این کشور چیکار میکنن. آره مشکل کلان هم هست که اگر واقعا رهبرای کشور به این نتیجه رسیدن که این مشکل ما نیست، مشکل نسخه است که برای ما داده شده، مشکل نسخه است که برای ما داده شده، اگر به این نتیجه رسیدن یا دیگه فکر میکنن که بس فراتر از خودشان مشکلات وجود داره، باید بسیار واضح و روشن باید بگوین. در غیر صورت مردم افغانستان مسئول امینا رو میدارن و میفهمن که این امینا نتونه سر که نسخه را تطبیق کنن. آن اگر در نسخه مشکل است بگوین، اگر در تطبیق نسخه مشکل است خب بگوین، بفرمان بگوین، صادقانه با ملت گفتگو کن. بالاخره دولت وحدت ملی یک پروسه ملی است و این پروسه ملی باید شفافیت و صداقت باشه، مردم افغانستان باید در جریان باشن. این به مخفی کاری ها و پشت پرده و دیگر رایزنی ها پشت پرده و
به این رقم گپا نمیشه، امکان نداره شود. ببینین زمانی که شما اگر یک حزب باشین، یک سازمان باشین، یک نفر باشین، انتخابات برده باشین و بالاخره بر اساس مفکوری خودتان بتوان کشور رهبری کنین، حق دارین بالاخره انتخاب. اما اینجا هیچ کدامش برنده انتخابات نشد و به اون نسبت ایجاب کرد که باید دولت وحدت ملی بسازن. این دولت وحدت ملی یک پروسه ملی است، اینا باید در شفافیت و بسیار روشنی و صداقت با مردم هم فاصلن، کلی رو باید شریک بسازن. پشت پرده نی، مسئله پشت پرده دیگه نیست. افغانستان از اون حالتایی که آرامی باشه و کفگپا پشت پرده باشه به شکل دیپلماتیک از اون گذشته. مردم افغانستان باید در جریان باشن که مردم افغانستان در جریان نیستن. یک توقف کوتاه داریم، ادامه بدیم یا ولند ادامه اگر نوسته بحث ادامه داریم.